ولی در این شرایط سخت و بحرانی دل پیغمبر محکم به خدا، الله جل جلاله. خداست که بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على أشرف بريته وأفضل رسله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم و غاصبی حقوقهم و مخربی شریعتهم الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس امام عصر ارواحنا فدا و به قصد تعجیل در ظهور و فرج حضرت صلوات بلند عنایت کنید. بحثی رو که شبهای قبل آغاز کردیم درباره اصولی بود که پیامبر خدا بر اساس اون رسالت خودشون رو پی گرفتن، اصولی که حاکم بود بر سیره پیغمبر، درس‌هایی که میشه از زندگانی پیامبر خدا گرفت و هر کسی بخواد تو جامعه نقش اصلاحگری داشته باشه باید به این اصول توجه کنه. عرض شد یکی از این اصول این بود که پیغمبر خدا از هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافشون استفاده نمی کرده. پیغمبر خدا از اهداف مقدس، از اهداف مشروع، از کانال مشروع بهره می بردن، یعنی برای رسیدن به پیروزی حاضر نبودن مشرکین رو به کار بگیرن و از اونها در جنگ با کفار بهره ببرن. در جنگ بدر یه تعداد از مشرکین آمدن گفتن یا رسول الله ما حاضریم با شما، بیایم در رکاب شما با قریش بجنگیم. پیغمبر خدا صریحا فرمودن که لا استنصرو مشرکن ابدا، من حاضر نیستم از مشرکین بهره بگیرم. اگر کسی میخواد مسلمان بشه من در خدمت او هستم، بیاد همراه ما. اما اگر قراره مشرک باشه، حالا مسیحی باشه، یهودی باشه، بخواد به جنگ کفار قریش بیاد، من از او بهره نمیگیرم. اینشون میده که پیغمبر خدا حاضر نیستن به هر نحوی که شده به هدفشون برسن. عرض کردم همه اولیاء دین ما اینطور بودن و این یه درسیست برای تک تک ما، برای همه ما، که این حرف درستی نیست که گاهی گفته میشود هدف وسیله رو توجیه میکنه. نه، اینطور نیست. به کلیتش این حرف درستی نیست. هدف
تنها وسیله ای رو توجیه میکنه که اون وسیله درستی باشه، وسیله صحیحی باشه. بله امروزه بعضی از سیاستمدارهای دنیا، از قدیم هم اینطور بوده، برای رسیدن به اهدافشون از هر وسیله استفاده میکنن، کلا سر مردم میذارن، فریب میدن مردم رو. برای چی؟ برای اینکه به هدف برسن، در حالی که از نگاه دین این کار درستی نیست. در شورای عمری که تشکیل شد، عمر بعد از خودش شورایی رو تشکیل داد که از 6 نفر این شورا تشکیل شده بود، وصیت کرد که خلیفه و جانشین باید از بین این 6 نفر انتخاب بشه. یکی از اونها امیرالمومنین علیه السلام بود. در اون جلسه که شرحش مفصل هست و من نمیخوام وارد توضیح این ماجرا بشم، آمدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن، چون هیچ کسی از اصحاب پیغمبر فضیلتش به امیرالمومنین علیه السلام نمیرسه، به گرد پای مولا علی علیه السلام هم نمیرسن. اینو همه میدانن فضیلت امیرالمومنین، سابقه ایمان مولا علی علیه السلام، سابقه جهاد اون حضرت، علم و دانش مولا علی علیه السلام اصلا قابل مقایسه با کسی نیست. قاسو که ابا حسن به سوا که و حل به طوده ی قاس و ذر، اصلا امیرالمومنین نمیشه با کسی قیاسش کرد از غیر معصومین. در هر صورت آمدن به مولا عرض کردن که ما حاضریم با تو بیعت کنیم، که اینم اصلا نقشه بود، توطئه بود، دسیسه بود. به امیرالمومنین گفتن آقا ما حاضریم با تو بیعت کنیم، اما اینطور بیعت: نبایعک علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت شیخین، بر اساس کتاب خدا قرآن، سنت پیغمبر خدا و سیره و روش ابوبکر و عمر، ما اینجا حاضریم با تو بیعت کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن: اما کتاب الله فنعم و اما سنت رسوله فنعم و اما سیرت الشیخین فلا. کتاب خدا روی چشم، سنت پیامبر خدا روی سر، اما سیره و روش اولی و دومی من قبول ندارم. من بر اساس کتاب خدا، بر اساس سنت پیغمبر رفتار میکنم. چند سال جامعه اسلامی گرفتار ظلم عثمان شد، اما امیرالمومنین حاضر نشدن توی اون جلسه دروغی رو بیان کنن. بعدها بعضیا که مسائل رو دقیق نمیدیدن، نگاه ژرف و عمیقی نداشتن، به امیرالمومنین اعتراض کردن. علیکم السلام. یا امیرالمومنین، حالا چه اشکالی داشت شما تو اون جلسه یک کلمه میگفتید باشه، یک کلمه قبول میکردید، بیعت میکردید، حکومت رو میگرفتید به دستتون، مردم رو از ظلم و جنایت این حکام نجات میدادید؟ عثمان خون مردم رو به شیشه میکرد، عثمان ظلم و جنایت میکرد، فامیلای خودش رو دور خودش جمع کرده بود، به اونا حکومت داد، به اونا استانداری، پست، مقام، منصب داد و اونها هم به بندگان خدا ظلم میکردن. به امیرالمومنین گفتن آقا چه اشکالی داشت حالا یه دروغ مصلحتی به قول خودمون میگفتی باشه، نیاز نبود عمل کنی. وقتی شما بر کرسی خلافت و حکومت تکیه زدی که کسی بر شما خورده نمیگیره، همونطوری که بر قبلی هم کسی خورده نگرفت. مگر اولی و دومی بر سیره و روش پیغمبر رفتار کردن؟ دقیقاً بر خلاف سنت پیغمبر رفتار می‌کردند. خود عمر صریحاً بالای منبر گفت:
متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو چیز زمان پیغمبر حلال بوده، دو تا حلال رو من حرام میکنه و هر کسی این کارهای حلال رو انجام بده من عقابش میکنم، من شلاقش میزنم. این سنت پیغمبر رو زیر و رو کردن، کسی هم حریف اونها نشد. حالا شما یک کلمه میگفتی باشه، مردم رو نجات میدادی، خلافت پیغمبر رو در میافتی. امیر المومنین علیه السلام جمله خوبی فرمودن آیا شما از من علی میطلبید که من حق خودم رو به وسیله دروغ بگیرم؟ اتطلبون ان اطلب النصر بالجور، با دروغ با معصیت خدا من بیام به حقم برسم؟ من علی چنین نخواهم کرد. این مکتب امیر المؤمنینه، عرض کردم این شاگرد اول مکتب رسول اللهه، چون پیغمبر خدا این چنین بودن. تمام کارهایی که پیغمبر انجام میدادن بر اساس فضیلت بوده است. محور زندگانی پیغمبر فضیلت ها بوده و از راه باطلی به حق هیچ وقت حاضر نبودن برسن. این اصل اول که بر زندگی پیغمبر و سیره اون حضرت حاکمه. اصل دوم اصل توکل بر خداست که خدای متعال به پیغمبر دستور میدهد توکل بر او داشته باشه و پیغمبر هم در ریز و درشت امور در همه مسائل توکلش بر خدای متعال بود. در اون لحظات بحرانی و سخت که همه ذهنها این طرف و اون طرف میره، انسان دنبال اسباب مادی میگرده، پیغمبر خدا در اون شرایط سخت و بحرانی به یاد خدای متعال بود، توکلش بر خدا بود. قرآن کریم میفرماید که بر او توکل کنید، توکل علی الحی الذی لا یموت. چرا بر خدا توکل کنیم؟ چون همه ما فانی هستیم و اوست که باقی است. شما اگر بخواید یه وکیل انتخاب بکنید، یه پرونده‌ای دارید قضایی، پرونده پیچیده‌ایه، پرونده مشکلیه، چه کار میکنید؟ میرید وکیل انتخاب میکنید. وقتی میخوای بری وکیل انتخاب بکنی، سوال میکنی کدوم یکی از این وکیلا دلسوزتره، کدوم یکی از اینا قدرت بیانش برشش بیشتره، کدوم یکی از اونها نسبت به من مهربانتره و نفع منو بیشتر در نظر میگیره تا نفع خودش، کدوم یکی از اینا قدرت داره. اگر ما بخوایم تو دنیا وکیلی انتخاب بکنیم، چی بهتر از خدای متعال میتونه وکیل باشه که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرتش ما فوق همه قدرت هاست. خدای متعال ارحم الراحمینه، از همه به ما مهربان تر. اگه کسی میخواد وکیل انتخاب کنه، کارهای مهم زندگیشو به کسی بسپره، چه کسی بهتر از خدا وکیل انسان باشه؟ اگر انسان کارها رو به خدا سپرد، یقین داشته باشه که به سرمنزل مقصود میرسه. قرآن میفرماید الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ چه کاری هست که از دست خدا نیاد؟ دلها به دست خداست، گنجهای عالم هستی به دست خداست، قدرتها به دست اوست، زرنگای عالم اون کسانی هستند که با خدای متعال ساختن، رابطهشون رو با خدا اصلاح کردن، از راه عبودیت و بندگی خودشون رو به خدا و قرب الهی رسوندن، اینا زرنگای عالمه. کار رو به دست کاردان سپردن، نه به دست یک انسان ضعیف،
ما در خونه هر کسی رو میزنیم تو مشکلاتمون جز در خانه حق رو، در حالی که خدای متعال هر کسی رو که جز به او امید داشته باشد و توکلش بر غیر خدای متعال باشه او رو ناامید میکنه. پیغمبر خدا در تمام امور در سخت ترین لحظات توکلش بر خدا بود. من دو نمونه از سیره پیغمبر خدا براتون بگم. در یکی از جنگ ها که یه عده از مشرکین برای جنگ با پیغمبر خدا آمده بودند، رئیس مشرکین شخصی بود به نام حویرث ابن الحارث. یه آدم مشرکی بود، سپاهی رو منسجم کرد، مهیا کرد، آمدن به جنگ پیغمبر. پیغمبر خدا هم از شهر بیرون اومد برای مقابله با اونها. پیغمبر معمولا تو شهر مدینه منتظر نمی شدن که سپاه دشمن بیاد، می آمدن به طرف اونها، چون اگر کسی بخواد تو میدان رزم پیروز بشه نباید بنشینه تو شهر از خودش دفاع کنه، باید بره به استقبال دشمن. پیغمبر تو جنگ ها این روش رو داشته. آمدن بیرون، دوتا سپاه دور از هم به هر حال تو جایگاه خاص خودشون قرار گرفتن. پیامبر خدا از سپاه یه مقدار فاصله گرفته بودن، رفته بودن یه مقدار دور شده بودن از سپاه. در این اثنا باران هم آمده بود، یه سیلابی راه افتاد. در عربستان این چنینه که آب مثل اینجا نیست، راحت تو زمین نفوذ پیدا نمیکنه. یه مقدار که بارون زیاد بیاد جریان پیدا میکنه روی زمین. یه سیلابی راه افتاد، بین پیغمبر و سپاه فاصله شد. حویرث ابن حارث آدم زرنگی بود، داشت تمام صحنه رو زیر نظر گرفته بود و میپایید. تا دید پیغمبر تنها شده خوشحال شد، گفت شمشیرمو به من بدید، اسبمو بیارید، الان میرم سر پیغمبر رو میبرم براتون میارم، کار تمامه. سوار شد. یه آدم شجاعی هم بود، یه آدم تنومند، قوی، قدرتمند. سوار مرکبش شد، با عجله آمد نزدیک پیغمبر که رسید از اسب پیاده شد. جلوتر که آمد شمشیرش رو از غلاف کشید، بالای سرش گرفت، بدو می آمد طرف پیغمبر، خوشحال که دیگه کار تمامه. پیغمبرم هیچ سلاحی نداره، هیچ ابزاری نداره. به پیغمبر یه جمله ای گفت، گفت من یمنعک منی، چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ کار تو دیگه تمامه، هیچ یک از اصحاب تو اینجا نیست، شمشیرم نداری، سپرم نداری، در برابر این شمشیر قوی و بران من چه کسی تو رو نجات میده؟ پیغمبر شاید حالا به تعبیر من دستشو به طرف آسمان بلند کرد و گفت الله جل جلاله. این خیلی مهمه که در تنگناها، تو گرفتاریها، تو مشکلات اول دلمون، ذهنمون بره پیش خدا. کارها دست اوست، مریض داری ببر دکتر، اما بدون اون کسی که شفا میدهد خدای متعال، شافی حقیقی اوست. این دکتر ابزاره، قلم او وسیله است، نسخه او ابزاره، حتی اون دوایی که میگیری اونم وسیله است. اونی که شفا میده خداست، اونی که کارها دست اوست خداست. از مسبب الاسباب نکنه غافل بشیم، گرفتار این سببها بشیم. یادمون بره از اون کسی که سبب ساز است و سبب سوزم هست. گفت الله جل جلاله. تا این جمله رو گفت، چون کارها دست خداست، یه وقت این حویرث ابن الحارث که با شتاب می آمد و حواسش فقط به پیغمبر بود که برسه شمشیر رو فرود بیاره، نگاهش از جلوی پاش غافل شد، یه سنگی به پاش گیر کرد، با شتاب رو زمین خورد، افتاد رو زمین، برو خورد زمین و شمشیرم از دستش افتاد. پیغمبر خدا راحت شمشیر رو برداشت، اومد نشست کنار سینه‌اش، شمشیر رو گذاشت کنار گلوش،
فرمودن که الان من یمنعک منی، الان چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ تو که اعتقاد به خدا نداری. البته اونم جواب قشنگی داد که نشون میده پیغمبر کیه. گفت عفو و بزرگواری و کرم شما منو نجات میده. عفو که و کرم و که یا رسول الله، یه چیز میتونه منو نجات بده، منم یه وسیله‌ای دارم، اونم بزرگواری شماست، اونم آقایی شماست. این اهل بیت ما هستن، این بزرگواران ما هستن، این آقا رسول اکرمه. رفقای عزیز، فضیلت، بزرگی، آقایی، هرچه هست در خونه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. آقا بزرگواری شما میتونه منو نجات بده. پیغمبرم بلند شدن ایستادن فرمودن برخیز، یه خواهشی ازت دارم. خب بفرمایی. پیغمبر فرمود نمیخوای بیای مسلمان بشی؟ من دیگه نمیکشمت، با تو کاری ندارم، یه خواهش ازت دارم، بیا مسلمان شو. گفت حالا درباره اسلام اجازه بدید بیشتر من فکر کنم، بعدن تصمیم میگیرم. پیغمبر فرمودن خب یه خواهش دیگه ای ازت دارم، با من نجنگ. عرض کرد یا رسول الله، یا رسول اللهش تعبیر از منه. گفت تا زنده هستم بر علیه شما شمشیر نمیکشم. خیلی آقایی، خیلی بزرگواری. تا زنده هستم نه شمشیر میکشم بر علیه شما و نه با کسی بر علیه شما مشارکت میکنم. تا زنده هستم خاطر جمع باش. این جمله رو که گفت، نوشتن پیغمبر شمشیرش هم بهش برگردون. فرمودن اینم شمشیره. شمشیر رو گرفت، از همون راهی که آمده بود برگشت. رفیقاش بهش گفتن چی شد؟ تو که رفته بودی سر پیغمبر رو برا ما بیاری، دست از پا دراستر برگشتی. گفت بیایید برگردیم، از همین راهی که آمدیم برگردیم. به خدا قسم من با این پیغمبر رحمت نخواهم جنگید. این آقا خیلی بزرگواره، خیلی کریمه، من با او نخواهم جنگید. شاهد عرضم اینجاست، ببینید در این شرایط سخت و بحرانی دل پیغمبر محکم به خدا. الله جل جلاله، خداست که منو نجات میده. همه لحظات عمر پیغمبر این چنین. نمونه دیگرش در غار هست. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. با ابوبکر در غار بودن، ابوبکر میترسید که هر لحظه ممکنه قریش به اونها دست پیدا کنن، اونها رو نابود کنن. پیغمبر خدا هم مرتب بهش میگفت. اذ یقول فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی یه بار و دوبار اظهار ترس و عجز نکرد ابوبکر، هی میگفت یا رسول الله میترسم. اذ یقول لصاحبه، که بعضی ها وقتی میبینن این آیه خیلی واقعا فضیحت است، فاجعه است، آمدن چکار کردن؟ میگن پیغمبر میترسید. اینو بعضی سنی ها نوشتن، میگن که پیغمبر میترسید، ابوبکر به پیغمبر میگفت نترس، که عقل اینو قبول نمیکنه. پیغمبر بترسه، ابوبکر نترسه. اگر این طوره ابوبکر باید پیغمبر میشد، او باید پیغمبر میشد و پیغمبر ما باید از او پیروی میکرد، چون او شجاعتره. عقل چی میگه؟ آیا ممکنه یک کسی که پیشرو هست، یک کسی که امام هست، یک کسی که حاکم جامعه هست ترسوتر باشه از مأمومش؟ این پیغمبر خداست، شجاعترین شجاعان عالمه. در هر فضیلتی پیغمبر و امام برتر از همه است. ممکن نیست یک کسی تو جامعه باشه شجاعتش از امیرالمومنین بیشتر باشه، ممکن نیست یک کسی تو جامعه باشه علم و دانشش از امیرالمومنین بیشتر باشه. عقل قبول نمی کنه که امیرالمومنین علیه السلام مثلا از او عالمتر باشه اما امیرالمؤمنین بر کرسی پیغمبر بنشینه. نه، عقل میگه اون کسی که علم و دانش بیشتری داره باید بره بالای منبر.
حالا بگذاریم بعد از پیغمبر این ظلم بزرگ به جامعه بشریت شد. ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید سنی معتزلی در اول کتاب شرح نهج البلاغش می نویسد الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل، قدم المفضول على الفاضل. حمد بر خدایی که مفضول را بر فاضل مقدم داشت، یعنی اون کسی که فضیلت کمتری داره مقدم شد بر اون کسی که فضیلت بیشتری داره، یعنی امیرالمومنین که فضیلت بیشتری داره نشستن در خانه صبر و سکوت رو پیشه کردن و دیگران که فضیلتشون به مولا علی علیه السلام نمی رسید و فضیلتی نداشتن، اونها تکیه زدن بر جای پیغمبر. این حرف با عقل مخالفه. بگذریم از این توجیه خنک که میگن اون کسی که میگفت نترس، ابوبکر به پیغمبر میگفت نترس، اینو بذاریم کنار. اون چه که غالبشون نوشتن اینه، ابوبکر بود که میترسید، پیغمبر مرتب سفارشش میکرد میگفت نترس، لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. یه نکته ظریف قرآنی میخوام براتون بگم، خیلی حواستون رو جمع کنید، که فرق بین پیغمبر اسلام و پیغمبر گذشت زمان گذشته ما حضرت موسی بن عمران از پیامبران اولوالعزم الهی هست، فرقشون رو ببینید. چرا یکیشون میشه اشرف مخلوقات، چرا یکی از اونا میشه گل سرسبد عالم هستی؟ یه نکته ظریف داره. وقتی که فرعون و فرعونی ها، قبطی ها همه آمدن دنبال موسی و قوم موسی، آمدن تا نزدیک رود نیل، اونها فرار کرده بودن اما دنبال کردن اونا رو، رسیدن به کنار رود نیل. یه وقت مؤمنین به حضرت موسی یعنی قوم یهود یه نگاهی کردن، دیدن جلو روشون دریاست، اونم دریای نیل، اون رود بزرگ. یه نگاه کردن پشت سرشون، دیدن که فرعون و قوم فرعون همه مسلح دارن میان، خیلی مستعصل شدن، بیچاره شدن، آمدن به موسی بن عمران گفتن موسی همین بود گفتی بیا حرکت کنیم، خدا ما رو نجات میده، همین بود، میخواستی ما رو اینجا نابود کنیم. حضرت موسی به اونها فرمودن ان معی ربی سیهدین، قصه نخورید، من تنها نیستم، اون کسی که به من دستور داده حرکت کن بالای سر ما هست، دست ما رو میگیره، ما رو نجات میده. ان معی ربی سیهدین، با من خدای من است. این جمله حضرت موسی بن عمران که قرآن اون رو نقل کرده، خودش را میبیند، موسی بن عمران خدای متعال رو میبیند و میگوید خدا ما رو نجات میده. اما پیغمبر خدا توی غار اون وقتی که مشرکین رسیدن، صدای پاشون داره میاد، همشونو داره پیغمبر میشنوه، ابوبکر داره میترسه، پیغمبر نفرمود ان معی ربی، با من خدای من است، بلکه فرمودن خدا با ماست. مگه این دوتا با هم فرقی داره؟ بله، اگر کسی اهل دقت باشه در زبان عربی و این مفرداتی که بیان شد دقت کنه، اینه فرقش خیلی زیاده. فرقشون فرق حضرت موسی است و حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله. در اونجا کنار رود نیل حضرت موسی می فرماید با من خدای من است، یعنی می فرماید ان معی ربی، با من خدای من است. ولی پیغمبر اسلام، پیغمبر خاتم، وقتی که نوبت به او میرسد میگوید خدا با ماست، یعنی وقتی توجه به خدا میکند دیگه اصلا خودش رو هم نمیبینه پیغمبر، ان الله معنا،
خدا با ماست. این دوتا رو اگر دقت کنید میبینید فرقش خیلی زیاده، نشون میده که پیغمبر چه توکلی بر خدا داشت، چه ایمانی پیغمبر خدا نسبت به خدای متعال داشته. خب خدا هم اگر بخواد دست کسی رو بگیره، بخواد کمک بکنه، میبینید با یه تار عنکبوت، با ساده ترین کارها خدا بزرگترین مسائل رو انجام میده، بزرگترین کارها با ساده ترین ابزار. جان پیغمبر خاتم خودش رو، حبیب خودش رو با یه مقدار تار عنکبوت نجات داد که وقتی اون راهنمای قریش آمد وارد غار بشه، نگاه کردید در این غار عنکبوت ها آمدن تار تنیدن و این تار صحیح و سالمه. گفت ممکن نیست کسی اینجا رفته باشه، این تار عنکبوت سالمه. ولی زاب برگشت، خدای متعال جان پیغمبر رو این چنین نگه میداره، نشون میده کارا همش دست اوست. گر حافظ زمان است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. کارای خدا اینجوره، کارای خدا اینجوره. بخواد یه کاری رو انجام بده، با کمترین ابزار بزرگترین کارها رو خدای متعال انجام میدهد. برای حضرت ابراهیم آتش گلستان میشه. ایمانمون رو به خدا بیشتر کنیم، توکلمون رو بر خدای متعال در امور بالا ببریم. اگر انسان توکلش بر خدا بود، دیگه حاضر نیست به حق و حقوق کسی تعدی کنه، حاضر نیست کلا سر کسی بگذاره، حاضر نیست برای رسیدن به چند تومن دنیا دروغ بگه. مشکلات از کجاست؟ مشکلات از اینه که باور نداریم، ایمانمون به خدا ضعیفه. و الا کسی توکلش بر خدا باشه، خدای متعال تمام موجوداتش رو روزی میده. آیا ممکنه خدای متعال از اون موریانه و از اون مورچه کوچک که به اون روزی میدهد به او توجه داشته باشه، اون وقت از من و شما غافل باشه؟ ممکن نیست. علیزا نباید انسان قصه روزیشو بخوره، دنبال روزی باید رفت، ولی توکل بر خدا، توکل بر خدا. فعل الله فلیتوکل المتوکلون، بر خدای متعال باید اهل توکل توکل کنن، کارا رو به او بسپرن. در یه روایتی میدیدم از امام زین العابدین علیه السلام، وقتی که بچه های یعقوب آمدن پیش بابا، گفتن که بابا جان ما یوسف رو بردیم بگردونیم بچرخونیم تفریح کنه، گذاشتیمش کنار اساس هامون، فاکله الذئب، گرگ آمد و یوسف تو رو درید. شروع کرد گریه کردن یعقوب، گفت ممکن نیست همچین چیزی. گفتن چرا؟ اگه بخوای ما حاضریم بریم و اون گرگ رو حاضر کنیم. قصه مفصل، پیراهن رو آوردن خونی کردن، به باباشون نشون دادن، گفتن این پیراهن، پیراهن یوسف است که گرگ او رو دریده. پیراهن رو باز کرد، یه نگاهی کرد، دید غرق خونه، ولی پیراهن صحیح و سالمه. گفت عجب گرگ مهربونی بوده، بچه من رو دریده اما پیراهنش رو صحیح و سالم نگه داشته. دیدن نشد، چون آدمی که یه دونه دروغ بگه، روایت داریم امام عسکری علیه السلام فرمودن جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحها الکذب، تمام بدی ها رو توی خونه گذاشتن قفلش زدن، کلید قفل خونه همه بدی ها عزیز من دروغه. آدمی که دروغ میگه همه کار حاضره بکن، و آدمی که دروغ نمیگه هیچ کار بدی نمیکنه. یه دونه آدم دروغ بگه، برای که دروغش راست جلوه بشه مجبور دروغ دوم دروغ سوم بگه، بعد تهمت بزنه، بعد غیبت کنه. کلید بدی ها دروغ عزیز من. ولی لذا گفتن بابا باور نداری که میگیم گرگ او رو خورده؟ میریم الان گرگ رو برای تهیه میکنیم، میریم گرگ رو میاریم، ببینی که این گرگ یوسف رو درید. رفتن تو بیابون، مگه میشه گرگ رو به این سادگی گرفت؟ با زحمت فراوان تله گذاشتن،
یه دونه گرگ رو گرفتن آوردن، گفتن اتفاقا همون گرگی که اونجا بود و همین گرگ بود که برادر ما یوسف رو درید. روایت از امام زین العابدین علیه السلام در بحار الانوار، این بزرگواران منطق الطیری که سلیمان داشت دارن، با حیوانا میتونن حرف بزنن. پیغمبر خداست، رو کرد به این گرگ، گفت ای گرگ تو بچه منو خوردی. گرگ به اذن الله به سخن در آمد و گفت یا نبی الله، نه من همچی کاری رو نکردم، نه که پسر تو رو نخوردم، تا حالا گوشت آدمیزاد اصلا نچشیدم. و خود شما بهتر از ما میدانید که گوشت انبیا و اولاد انبیا بر تمام درندگان بیابان هم حرام است. اگه یه روزی هم مجبور بشیم به بدن یک انسانی ما به هر حال دندان بزنیم، اون کسی که میخواییم او رو از بین ببریم پیغمبر و پیغمبرزاده نیست، حق چنین کاری رو نداریم. از همه اینها که بگذریم، من اهل این منطقه نیستم، عابرم، آمدم از اینجا به جای دیگری برم. روایتش خیلی مفصله، روایت عجیبی هم هست، مال کسایی هست که باور دارن سخنان ائمه معصومین رو، باور دارن سخن گفتن انبیا با حیوانات رو، که البته قرآن کریم اینو بیان کرده است که سلیمان با هدهد حرف میزنه، با حیوانات سخن میگه. یعقوب هم یکی از اون پیغمبراست، گفت کجا میخوای بری؟ گفت یه منطقه بسیار دور. گفت برای چی میخوای بری؟ گفت میخوام برم یه گرگی هست دیدنی کنم، میخوام برم احوالشو بپرسم. گفت برای چی میخوای این کار رو بکنی؟ گفت برای ثواب. گفت ثواب چه به دردت میخوره؟ مگر شما بهشت و جهنمی دارید؟ گفت نه، ما بهشت و جهنم نمیریم، ما حیوانات، ولی ثواب دیدن دوست خودم رو هدیه میکنم به جانشین بر حق پیغمبر آخر الزمان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. و شیعیان امیرالمؤمنین، ثوابش مال شیعیان امیرالمؤمنین. در آخر اون حدیث آمده که از زین العابدین سلام الله علیه حضرت بهش فرمودن خب تا اونجا میخوای بری فکر آذوقه کردی؟ تو این بیابون، تو این صحرای خشک و لم یزرع میخوای بری؟ فکر نمی کنی از گرسنگی بمیری؟ هیچی همراه خودت نیاز نیست برداری؟ سرشو بلند کرد این گرگ، ای کاش من این مقدار معرفت پیدا کنم. گفت یا نبی الله، جناب یعقوب، تا الانی که از خدا عمر گرفتم تا حالا تا این لحظه من قصه روزی نخوردم، قصه روزی نخوردم. هر وقت نیاز به روزی پیدا کردم رزاق به من روزی داده، قصه روزی نخوردم. ما رو قصه روزی هلاک میکنه، نه خود روزی، و الا خدای متعال روزی رو میرسونه. تا حالا دیدید کسی از گرسنگی بمیره؟ تعداد اونا خیلی کمه. از حرص روزی ما میمیریم. هیچ وقت من قصه روزی نخوردم. عجیبه، نمیشتن گرگ تو بیابان وقتی که خیلی گرسنه بشه، دمیری در حیات الحیوانش نقل میکنه، خدا بهش یاد داده به کمر رو زمین میخوابه، شکمش رو توش باد میکنه، وقتی شکمش باد شد دست و پاش میره طرف آسمون، مثل یه مردار میشه، مثل یه حیوانی که بمیره شکمش باد میکنه، آفتاب که بهش میخوره، گرما بهش میخوره، این شکم باد میکنه، مثل یه گونی باد کرد. پرنده هایی که لاشخورایی که هستن نگاهشون به این حیوان میفته، میگن به به، یه لقمه چرب و نرم آماده، با شتاب میان پایین میشینن رو شکم این گرگ، تا نشستن بلند میشه دست و پاشو جمع میکنه، این پرنده رو میخور. خدا اینجوری روزی میرسونه به اینها. ولذا اولیاء خدا در سختی ها، در گرفتاری ها توکلشون
بر خدای متعال، دومین اصلی که حاکم است بر سیره پیغمبر خدا توکل بر خداست. در تمام امور توکلش بر خدای متعال بود. و اصل سوم مدارای با مردمه. پیغمبر خیلی با مردم مدارا می کرد. فرمودن امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی بالفرائض. خدا همونطوری که به من دستور داد نماز بخوانم، روزه بگیرم، حج به جا بیارم، همه این فروعات رو بیان فرمود، همینطور به من دستور داد با مردم مدارا کنم. خیلی مهمه مدارا کردن با مردم، تحمل سختی ها، تحمل بد اخلاقی ها با مردم، اینو بهش میگن مدارا. و چقدر خوبه این سیره قشنگ رو از پیغمبر خدا یاد بگیریم، چون خدا از من و شما خواسته که نگاهمون به تاریخ پیغمبر باش. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بهترین الگو پیغمبر خداست، بهترین اسوه، سرمشق زیباست. نگاه کنیم به اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر با دشمنان چقدر مهربان بود، تا چه رسد به دوستان. با دشمنان خودش پیغمبر به مهر و مدارا رفتار میکرد. اینو میگن مدارا کردن، که امیر المومنین علیه السلام فرمودن المدارات و نصف العقل، نیمی از عقل و تعقل مدارا کردن با مردمه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه حرف زشتی زد شما گذشت کن. کم مباش از درخت میوه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. با مهربانی، با عفو، با گذشت. اگر یه وقتی یه جاهلی، نادانی اساعه ادبی کرد، انسان با بزرگواری ازش عبور کنه، بگذره، گذشت داشته باشه. چقدر می آمدن به پیغمبر توهین می کردن، چقدر جادوگر و ساحر و کذاب می خوندن پیغمبر رو، ولی پیغمبر با روی خوش، با روی باز از اونها استقبال می کرد، که نمونهاش در تاریخ خیلی فراوان هست. و چون این موضوع موضوع مهمیه، سعی میکنم انشاءالله این موضوع رو در جلسه بعد بیاری خدای متعال و عنایات خود آقا رسول اکرم سلام الله علیه و صلوات الله علیه انشاءالله ادامه بدم. اهل بیت پیغمبرم همینطور بودن. زین العابدین علیه السلام میفرماید ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت ثمت قلت لا یعنینی. امام سجاد علیه السلام در دوران سختی زندگی میکرد، دشنام ها، جسارت ها، بیادبی ها محضر حضرت زیاد بود. حضرت می فرمودن من از کنار این انسان لعیم و پست که مروان حکم بود و دار و دسته او می گذرم. اونها به من جسارت می کنن، فحش به امیر المؤمنین می دن، بیادبی می کنن، چون دیدن که امام سجاد دیگه قدرتی به حسب ظاهر نداره. جسارت می کردن، اما حضرت می فرمودن من از یک گوشم می شنیدم و از گوش دیگر رها می کردم. یک گوش در، یک گوش دروازه است برای همین جور جاهاست. حالا یه وقتی دوست آدم، همسر انسان، کوچکتری است تو جامعه، بزرگتری است، یه حرفی می زنه، نیاز نیست حتما جوابش بدیم. اینجا جای گذشته، جای عفو. سمت قلت لا یعنی، اینا خیلی بزرگوارن. همین مروان حکم یه روزی بیچاره شد، بدبخت شد، هیچ کسی حاضر نبود تو شهر مدینه پناهش بده. تاریخ مروان خیلی تاریخ سیاهیه. پرونده مروان پرونده شومیه. ده بیست دقیقه، نیم ساعت طول میکشه من بخوام برای شما بگم مروان چه جنایتایی کرده. از زمان پیغمبر خدا تا زمان امام سجاد علیه السلام ظلم و جنایت به اهل بیت کرد. پشت سر پیغمبر را می رفت، ادای پیغمبر رو در می آورد، پیغمبر رو مسخره می کرد. از زمان پیغمبر. بعد با امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، خیلی هاشم شما شنیدید. دوران امام سجاد علیه السلام به مشکل خورد این مروان و گفتن که جانش مباهه، اموالش مباهه، بیچاره شد. هیچ کسی هم حاضر نبود پناهش بده. گفت چه کار کنم؟ یه نفر بهش گفت برو در خونه زین العابدین
برو از زین العابدین بخواب پناهت بده. گفت من از زین العابدین، منی که باباشو کشتم، منی که با عموی بزرگوارش ظلم کردم، جدش امیرالمومنین و پیغمبر از دست من آسایش نداشتن، برم به امام زین العابدین رو بزنم. گفتن برو، فرق میکنن این خانواده، این خانواده خیلی حسابشون فرق میکنه. آمد در خونه زین العابدین، در زد. زین العابدین علیه السلام با عجله آمدن دم در، فرمودن چی شده؟ گو آقا بی پناهم، به من پناه میدید؟ آقا فرمودن آری، تو در پناه ما هستی. گو آقا من تنها نیستم، قبیله آل مروان همه با منن، 400 نفریم. حضرت فرمود من هر 400 نفرتون رو پناه میدم. دو تا خانه هستی که همین خانه من تو شهر، یه خانه هم بیرون شهره، هر کدوم از این خونه ها رو میخوای در اختیار تو باشه، تو از این به بعد در پناه من هستی، هیچ کسی هیچ آسیبی به تو نمیرسونه، فقط یه شرطی داره. مروان پیش خودش خیال کرد الان زین العابدین با پنبه سر میبره. دیدید بعضی از ما وقتی میخواییم یه کاری رو برای کسی نکنیم، یه شرطی میذاریم، یه حرفی میزنیم که میگیم به هر حال ما این کار رو انجام نمیدیم، ولی با پنبه سر میبریم. گفت الان آقا میخواد منو رد کنه، یه شرط گذاشته. آقا شرطش چیه؟ میدونی چه شرطی گذاشت زین العابدین؟ فرمودن شرطش اینه، تا وقتی که مهمان من هستید هیچ کدوم از شما خرید بازار انجام نده، تمام مایحتاجتون رو من زین العابدین فراهم میکنم. اینا این قدر بزرگوارن. حیث و بیس این شعر رو گفت، در عالم رؤیا گفت من به پیغمبر خدا عرض کردم یا رسول الله تو عالم رؤیا شما این همه مهر و محبت کردید، اما دشمنان شما با بچه های شما اینقدر ظلم و جنایت کردن. شما به مردم پناه میدادید، شما با مردم به بزرگواری رفتار میکردید، ولی وقتی کار دست بنی مروان و بنی سفیان افتاد، آل ابی سفیان افتاد، بچه های شما رو کشتن، با لب تشنه سر از بدن اونها جدا کردن. میگه پیغمبر خدا به من فرمودن از کوزه همان تراود که دروست. اینا ذاتشون این گونه است. پیغمبر این همه لطف و محبت به اونها داشت، اما وقتی کار دست اونها رسید، هیچ کدوم از این اهل بیت از ظلم اونها در امان نبودن. بنی عباس رو کار اومدن، مردم گفتن خب از دست بنی امیه نجات پیدا میکنیم، ولی بنی عباس روی بنی امیه رو هم سفید کردن با جنایتایی که انجام دادن. کار به جایی رسید، حجت خدا موسی بن جعفر رو تو سیاه چال شهید کرد. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المرضوض بحلق القیود. آقا امام کاظم علیه السلام رو نه فقط تو زندان قرار داده بودند، زندان زندان عجیبی بود، روز از شب تشخیص داده نمی شو. المعذب فی قعر السجون، کاشکی به زندان اکتفا می کردن. آقا روزها روزه بود، هنگام افطار روزدار احترام ویژه‌ای داره، میدونید لحظه افطار احترام میکنن روزدار رو، تقبل الله بهش میگن، روزت قبول. اما نوشتن آقا موسی بن جعفر که روزه میگرفت، هنگام افطار سندی بن شاهک یهودی با تازیانه وارد اون زندان و سیاه چال می شد، به جای افطار اونقدر تازیانه به موسی بن جعفر می زد. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المرضوض بحلق القیود و الجنازة المنادا علیها بذل الاستخفاف. نمیشتن یه عده از شیعیان آمده بودن آقا موسی بن جعفر رو ببینن، گفتن فردا آقا از زندان آزاد میشه. خوشحال آمدن کنار در به زندان، یکی میگفت آقا بیرون بیاد، دست آقا رو میبوسم.
یکی میگفت پای موسی بن جعفر رو میبوسم، در زندان باز شد، دیدن چهار غلام، یک جنازه ای رو به دوش گرفتن، روی تابوت یک نفر صدا میزند هذا امام الرافضه، فعرفو این امام شیعیان موسی بن جعفره. مظلومیت بچه های پیغمبر رو ببینید، چهار غلام جنازه آقا رو گرفتن، اما شیعیان جمع شدن، احترام کردن، کفن قیمتی بر بدن موسی بن جعفر با احترام در اونجا در مقابر دفن کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، مگر حسین پسر پیغمبر نبود؟ مگر حسین میوه دل زهرا نبود؟ اما اون ظالم عصر عاشورا صدا زد من ینتدب للحسین فیوطع الخیل صدره و ظهره، کیا حاضرن سوار اسبها بشن بر بدن حسین؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک و نتقرب الیک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله 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 یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا ظهور و فرج امام زمان نزدیک بگردان، قلب مطهرش از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا در دنیا زیارت اهل بیت، در آخرت شفاعت اهل بیت، قسمت و روزی همه ما بفرما. خدایا عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، لحظه ای کمتر از لحظه ای خدایا ما رو به خودمون واگذار مفرما. خدایا این عرض ارادت ها، توسل های ما، ذخیره قبر و قیامت ما قرار بفرما. گذشتگان ما، گذشتگان از این جمع، غریق دریای رحمتت بگردان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.